کنیاک ایرانی یه محصول تقطیری که از توفاله شراب درست میشه. حالا شاید تو ذهنتون این سوال پیش بیاد که چرا اسمش گذاشتم کنیاک ایرانی؟ به این علت که اصل محصول کنیاک فقط توی منطقه کنیاک در کشور فرانسه تولید میشه و اصلا هم به این صورت نیستش که از توفاله شراب بیان استفاده کنن برای تولید این محصول. خود انگور رو شراب ازش تولید میکنن و اون شراب رو تقطیر میکنن و ازش کنیاک درست میکنن. اما نظرم اومد که این کنیاک ایرانی میتونه خیلی به ما کمک کنه در صرفه‌جویی و هزینه‌ای که برای انگور کردیم تا بتونیم از اون توفالش هم چی ما استفاده کنیم و محصول ازش بگیریم. بنابراین تمام توفاله های شراب امسالم رو جمع کردم و با اجازتون با یه آپگرید کوچیک و یه کپی از طرز تهیه ساخت کنیاک این محصول طلایی رو درست کردم که بسیار خوشمزه و خوش عطر شده و همچنین اسمش هم گذاشتم کنیاک ایرانی تا ثبت خود ما ایرانی ها بشه. پس اگر علاقمند هستید که بدونید من چطور از توفاله شراب امسالم این محصول طلایی خوش رنگ رو درست کردم، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که تا آخر ویدیو کلیپ همراه من باشید. درود آقا و خیلی خوش اومدید به فراعلم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و قراره با هم دیگه کنیاک ایرانی درست کنیم. پایه اصلی کارمون که همینطور که توی تصویر میبینید توفاله شراب هستش برای درست کردن کنیاک ایرانی. این مقدار توفاله که داخل مخزن میبینید که حدوداً 8 لیتر هستش، از 45 الی 50 کیلو انگور برام باقی مونده که بخشی از این توفاله ها تخمیر شده است که باقی مانده شراب سنتی قرمز هم هستش که لینکش کنار دست براتون قرار میدم نگاه کنید، یعنی کامل تخمیر شده توفاله. بخشی از توفاله که میبینید الان انگور زردم دارم دیگه اینجا که از توفاله محصول شامپاین ایرانی مونده، یعنی توفاله انگور شامپاین ایرانی هستش که اصلا تخمیرم نشده، یعنی کاملا توفاله انگور تخمیر نشده هستش. و بخشی از این توفاله که توی تصویر میبینید هم از ویدیو کلیپ طرز تهیه شراب روزه هستش که اون ویدیو کلیپ هم لینکش رو کنار تصویر براتون قرار میدم، اون ویدیو کلیپ هم میتونید تماشا بفرمایید. در کل سه مدل الان اینجا توفاله انگور هستش. این نکته رو می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که مهم نیستش که از چه محصولی این توفاله ها باقی مونده، واقعا مهم اینه که یکی از اونا تخمیر شده باشه دیگه، که توش و داخلش مخمر وجود داشته باشه که الان مخمر E1318 هم داخل این توفاله ها هستش. چون اگه ویدیو کلیپ طرز تهیه شراب روزر دیده باشید، من از E1318 استفاده کردم دیگه برای تخمیرم و داخلش الان این مدل مخمرم هستش. توفاله شراب سنتیم هم که مخمر وحشی داخلش هستش و میتونه کار تخمیر رو برای ما انجام بده. در کل هر چقدر که بعد از فصل شراب سازی توفاله شراب براتون باقی موند، آبدار جمعش کنید. ببینید آبدار هستش این توفاله، من خیلی خوشش نگرم، همه رو توی مخزن جمع کنید تا بتونیم ازش یه محصول با کیفیت به دست بیاریم و خدایی نکرده نذاریم این توفاله انگور به هدر برن و ما نتونیم ازشون الکل بگیریم. الان تو تصویر عرض کنم خدمتون 8 لیتر تقریبا توفاله انگور دارم، میاد که من روی این 8 لیتر دو برابرش آب اضافه کنم که تقریبا میشه 16 لیتر. به ازای هر 1 لیتر آبی هم که اضافه میکنم 100 گرم شیرین کننده بهش اضافه میکنم به مخزنم، که اگر تصویرید من دکستروز دارم، شما اگر دکستروز نداشتید میتونید از فروکتوز استفاده کنید به ازای هر 1 لیتر آب 100 گرم، یا اگر اونم نداشتید عسل هم میتونید بزنید 100 گرم عسل بزنید. مهم اینه که یه شیرین کننده باشه که قابل تخمیر باشه. همین دیگه، واسه این مرحله چیز دیگه ای لازم نداریم. آب رو اجازه بدید اضافه میکنم به این توفالم، 16 لیتر آب میریزم داخل مخزنم
و بعد از اینکه آب رو اضافه کردید روی تفاله ها، میریم سراغ شیرین کننده. 1 کیلو 600 گرم هم دکستروز دارم، میریزم داخل مخزنم و توی این مرحله خوب شیرین کننده رو هم بزنید داخل مخزن که خوب داخل آب حل بشه. و تمام. توی این مرحله دیگه کار خاصی نداریم. اگر مخزنتون درد داره میتونید در مخزن رو ببندید و قفل هوا رو بزنید. هر روز قراره بیایم سراغ این مخزنمون، دربش رو باز کنیم و همش بزنیم. اما من این تخمیر رو به سبک همون محصولی که درست کردم چاچا میخوام سنتی تخمیرش کنم، یعنی درب مخزن رو نمیبندم، فقط یه پارچه میندازم روش، چون قراره این محصول تخمیر بشه دیگه، خیلی اهمیتی نداره دربش بسته باشه یا باز باشه در زمان تخمیر. اما مهم اینه که هر روز بیم سراغش و همش بزنیم و این هم زدن رو تا زمانی که کاملا تخمیرمون تکمیل بشه، توفالا تنشین بشن، ادامه میدیم. آب سنجی هم که واقعا دیگه معنی نداره که بخوایم آب سنجی اولیه رو برای این محصول انجام بدیم، چون میگم الان داخلش هم الکل هم وجود داره و عدد دقیقی به ما نشون نمیده آب سنجی اولیه. فقط در نهایت آب سنجی نهایی انجام میدیم که متوجه بشیم که تخمیرمون تکمیل شده. کار دیگه توی این مرحله نداریم. با من همراه باشید، هر روز میایم سراغ مخزن همش میزنیم و مراحل رو یک به یک میریم جلو تا یه کنیاک ایرانی با هم دیگه درست کنیم. همراه من هم باشید. بله دوستان، امروز روز اول تخمیر کنیاک ایرانیمون هستش. بریم سراغ مخزن ببینیم چه خبر هستش. کاملا میبینید توفاله باد کرده اومده روی مایه شراب خام ما قرار گرفته و این نشانه اینه که مخمری که داشتیم داخل مخزن آماده کار بوده دیگه. فقط من تو این مرحله ببینید یه دونه بخاری آکواریوم هم گذاشتم داخل مخزنم، چون جایی که این مخزن رو قرار دادم سرد حدوداً 17 درجه هستش و به درد این تخمیر نمیخوره. این تخمیر درجه حرارت بین 20 تا 26 درجه احتیاج داره. با این کارم هم سعی کردم دما رو ثابت نگه دارم و روی 24 درجه هم فیکسش کردم که کامل تخمیرمون خوب پیش بره. در صورت ما هر روز موظفیم که بیایم سراغ این مخزن کنیاک ایرانی که میخواییم درست کنیم و این توفاله ها رو هل بدیم بره پایین. حالا میگم من دارم بدون در این تخمیر رو انجام میدم. شما اگه مخزن دردار بزرگ دارید قفل هوا بزنید، هیچ مشکل نداره، در و مخزن رو باز کنید مثل من همین شکلی، یه همی به توفاله ها بزنید، توفاله ها رو بفرستید پایین، اکسیژن رسانی بکنید به مخمرتون تا روزی که احساس کنید تخمیر رو تکمیل میشه دیگه، توفاله ها شروع میکنن به سبک شدن و میرن کف مخزن قرار میگیرن. من هم همین برنامه رو دارم، این برنامه هم زدن رو ادامه میدم تا زمانی که تخمیرمون تکمیل میشه. همچنان با من همراه باشید. بله دوستان عزیز، امروز دقیقا 1 هفته از شروع تخمیر کنیاک ایرانی ما میگذره و من هر روز این ملات کنیاک رو هم زدم. اگه نگاه کنید قشنگ توفاله تهنشین شده و این شراب خام زلال اومده روی مخزن ما قرار گرفته، همین نشانه اتمام تخمیر هستش. اما برای اینکه مطمئن بشیم که تخمیرمون تمام شده، یا میتونیم هیدرومتر بندازیم داخل مخزن که باید عدد 1000 رو بهمون نشون بده. اما اگر هیدرومتر ندارید، الکل سنج هم داشته باشید، توی این مرحله بهتون کمک میکنه. برعکس هیدرومتر، وقتی الکل سنج میندازید پایین تخمیر باید 0 رو نشون بده. ببینید میاد بالا وای میسه و نشان دهنده اینه که نمیمونه الکل سنج، میاد بالا وای میسه و این نشان دهنده این هستش که تخمیرمون تکمیل شده و الان این ملات کنیاک ما آماده تقطیر هستش. بنابراین با من همراه باشید، بریم سراغ تقطیر کنیاک ایرانی. بله دوستان، بریم سراغ تقطیر کنیاک ایرانی. یه چند تا نکته رو قبلش عرض کنم خدمتتون. یکی این که ما قراره ملاتمون رو با توفاله تقطیر کنیم، به همین علت 1 دیگتون رو خیلی پر نکنید، 2
خیلی حرارت رو کم کنید تا اینکه ته نگیره خدای نکرده این تفاله ها و محصول نهاییتون بوی سوختگی به خودش بگیره. و همچنین چون ما داریم با تفاله میریزیم این ملات رو داخل دیگ و رسوب کف هم قاطیش داریم میریزیم، خود این تفاله و رسوب کف دو منبع بزرگ ترکیبات گوگردی و تولید ترکیبات گوگردی در روند تخمیر هستن. به این علت بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اگر کندانسور مسی دارید از کندانسور مسی یا خنک کننده مسی در تخمیر اول استفاده کنید تا این ترکیبات گوگردی رو در روند تخمیر حذف کنه، این مسی که ما توی خنک کنندمون داریم. من قبلا درباره این روند حذف و چگونگی تولید ترکیبات گوگردی در محصولات تخدیری خانگی توی یه ویدیو کلیپ کامل توضیح دادم که اگر روی یوتیوب دارید کلیپ رو تماشا میکنید لینکش رو کنار تصویر براتون قرار میدم، حتما اون ویدیو کلیپ رو تماشا بفرمایید و متوجه میشید که منظور من چی هستش از ترکیبات گوگردی و به خاطر چی من تاکید دارم که در تخدیر اول از خنک کننده مسی استفاده کنید. به این علت که ما چون میخوایم این طعم و بوی انگورمون رو به محصول نهاییمون حتما منتقل کنیم، باید در مسیر تخدیرمون هیچ المان دیگه‌ای وجود نداشته باشه به غیر از خنک کننده، یعنی یه دیگ داریم و یک خنک کننده، یعنی داریم از سیستم پات استیل برای تخدیرمون استفاده می‌کنیم. به این علت دیگه نمیتونیم از ویگرو یا ریجنت باتل یا ستون تخدیر توی مسیر تخدیرمون استفاده کنیم که مس رو بتونیم تو اونها کار بذاریم. بنابراین بهترین آپشن و بهترین گزینه برای این تخدیر استفاده از کندانسور مس هستش. شاید این سوال تو ذهنتون پیش بیاد که این مس خب تولید اکسید مس میکنه، اصلا مهم نیست چون ما قراره دو آتیشه کنیم محصولو. اگر هم اکسید مسی تولید بشه در روند تخدیر اولمون، توی تخدیر دوممون میاد کندانسور رو عوض میکنیم، کندانسور پیرکس یا استیل میذاریم که در نهایت باعث میشه که اون اکسید مس هم حذف بشه و یک محصول با کیفیت و سالم به دست بیاریم. در صورت دیگ من 8 لیتری هستش، من میاد تقریبا 6 لیتر از این دیگ رو پر کنم برای تقطیر. ملات هم حدودا 24 لیتر هستش، برابر این یه 4 دوری باید این دیگ رو پر کنم. اون همراه باشید بریم سراغ تقطیر کنیاک ایرانی. دوستان همینطور که میبینید تخطیر کنیاک ایرانیمون شروع شد، قطرات اول تخطیرم داره خارج میشه و من به عنوان فرشاد یا همون سرگول به ازای 6 لیتر ملاتی که ریختم داخل دیگم 75 میل اول رو جدا میکنم و میریزم دور و تخطیر هم تا 20% ادامه میدیم. بعد از فرشاد دیگه هر چی اومد بیرون تا 20% جمع میکنیم تا بریم سراغ تقطیر دوممون. آقا تقطیر رو ببینید انجام دادم، تفاله یعنی دست نخورده، سالم و سلامت. خیلی باید رعایت کنید که حرارت زیاد نشه که این تفاله ها پتانسیل چسبیدن به کف دیگو دارن و همین موضوع باعث میشه که این تفاله بسوزه، ته بگیره و محصول نهاییتون رو خراب کنه. خیلی حواستون باشه به این تفاله ها. بله دوستان، دور اول تخدیر کنیاک ایرانیمون تموم شد. همینطور که میبینید من 4 راند مجبور شدم دیگم رو پر کنم و حدوداً 4 الی 4.5 لیتر عرق 30% به دست آوردم که کدرم هست چون دیگم یه خورده کوچیک بود و به نظرم 6 لیتر حجم ملات اولیه که میریختم توش یه خورده زیاد بود و محصولم کمی کدر شد، ولی اصلا مهم نیستش توی مرحله، چون راند دوم که میخوایم تخطیر کنیم این مشکل حل میشه. به غیر از این حدودا 4.5 لیتر 30% حدودا 300 سی سی هم 50% فرشاد جدا کردم. حالا دوباره توی این مرحله این 4.5 لیتر 30%ی که من به دست آوردم برمیگردونم توی دیگه تخدیرم، آب هم میریزم روش، آب سبک و خوشمزه، و درصد مایع داخل دیگم رو میارم زیر 20% و
آتیش دوم یا راند دوم تقطیر کنیاک ایرانیمون هم انجام میدیم، ببینیم چه محصولی بهمون تحویل میده. بریم سراغ آتیش دوم تقطیر کنیاک ایرانیمون. روند کار و مدار تقطیرمون تقریبا همونه، با دو تفاوت کوچیک اما مهم. یکی اینکه خنک کننده مسیم رو عوض کردم و یه خنک کننده پیرکس گذاشتم. اگر واسه آتیش دوم خنک کننده استیل هم دارید میتونید بذارید و بسیار عالی جواب میده. اما به جاش 1 متر مش مس دارم که میندازم توی دیگ، چون این مس به غیر از اون که حالا اون ترکیبات گوگردی رو هضم میکنه، تأثیر مثبت هم توی طعم و بوی محصول نهاییمون داره، حتما ازش استفاده کنید. و دوم این که در روند تقطیر سری پیش تا 20% تقطیر میکردیم، یعنی به غیر از اینکه فرشات رو جدا کردیم تا 20% تقطیر میکردیم، این بار به غیر از اینکه فرشات رو جدا میکنیم تا 30% تقطیر رو ادامه میدیم و بعد از 30% به پایین رو جزء دوم تقطیر یا همون پساب محسوب میکنیم، جداش میکنیم، دیگه قاطی محصول نهاییمون نمیکنیم. حالا اون دوم تقطیر رو شما میتونید نگهش دارید توی ظرف جداگونه و سری بعد که حالا یه ملات دیگه درست کردید، عرق کشمش، عرق خرما، هرچی، به همراه اون ملات بریزید تو دیگ و دوباره پالایشش کنید. در صورت اون دوم تقطیر رو نمیذاریم قاطی محصول نهاییمون باشه. بریم سراغ محصول 30%مون. اصطلاحا به انگلیسی به این محصولی که از آتش اول به دست میاد لاواین گفته میشه، که اگه بخوایم به فارسی ترجمهش کنیم میشه الکل خام. بنابراین بریم سراغ الکل خاممون. حدودا 4.5 لیتر الکل خام دارم، میریزم داخل دیگه تقطیرم. و همچنین آب هم بهش اضافه میکنم، آب خوشمزه و سبک، تا درصد اون لاواینمون داخل دیگه تقطیرمون بیاد زیر 20، چون اگه بالای 20 باشه خطر انفجار دیگه تقطیر رو تهدید میکنه. خیلی نکته مهم هستش. کار دیگه نداریم، در دیگو ببندم و تقطیر رو شروع کنیم. بله دوستان، تقطیر دور دوممون هم شروع شد. همینطور که میبینید قطرات اول تقطیرم داره میاد بیرون. تو این دور تقطیر به عنوان فرشات به ازای هر 1 لیتر الکل خام که ریختم داخل دیگم 15 سی‌سی یا 15 میلی‌لیتر از سر تقطیر رو جدا میکنم به عنوان فرشات، که میشه حدودا 90 میل، و میریزمش دور و تقطیر رو بعدش ادامه میدم تا جایی که خروجی تقطیرم برسه به 30%. اینم از فرشات تقطیر دوممون، درصدش تقریبا 75 هستش و میریزمش رو بقیه فرشات ها. حالا شما نیازی نیست جمع کنید فرشات ها رو، مستقیم بریزید بره. من فقط نگه میدارم که ببینیم چقدر در نهایت فرشات گرفتیم، که تقریبا شد 400 سی سی کل فرشاتی که به دست آوردیم و کاملا آشغال و میریزیمش دور و تقطیر رو این بر ادامه میدیم. بله دوستان، همونطور که در تصویر میبینید کار تقطیر ما تموم شد و تونستم حدودا 2.5 لیتر محصول 50% به دست بیارم، به علاوه حدودا 400 سی سی فرشات 60% که آشغاله، میریزیمش دور، هیچ دردی نمیخوره. اما این محصولی که به دست آوردیم رو میذاریم 24 ساعت همینطوری رو باز استراحت کنه. اگر جایی هستش که احتمال میدید آشغالی چیزی بیفته داخلش، دستمال کاغذی چیزی روی شیشه ها بکشید که آشغال داخلشون نیفته، ولی بذارید 24 ساعت استراحت کنه. بعد از 24 ساعت برمیگردیم و مرحله نهایی ساخت کنیاک ایرانی رو با هم دیگه پیش میبریم. بعد از 24 ساعت برگشتیم و اگر نگاه کنید همچنان الکل سنج ما داره 50% رو نشون میده، یعنی اینکه نگران پریدن الکل توی 24 ساعت که درب مخزن رو باز می‌دارید نباشید. اصلا هیچ اتفاق برای درصد الکلتون نمی‌افته، ولی روی کیفیت محصولتون خیلی تأثیر مثبت داره. حتما بعد از تقطیر بذارید 24 ساعت محصولتون رو باز استراحت کنه، نتیجه می‌گیرید، نگران نباشید. بریم سراغ مرحله آمیزگی و تبدیل
این محصولمون به کنیاک ایرانی. من این تقریبا 1.5 لیتر رو که کاری ندارم، میذارم همینطوری لایت باشه، حالا بعدا میاد ازش استفاده کنم برای کارهای دیگه، یا همینطوری لایت میزنمش به بعد. اما اگه اینجا ببینید 1 لیتری از محصول رو جدا کردم و میخوام اینو آمیزش کنم و تبدیلش کنم به کنیاک ایرانی. بهترین آمیزگی که میتونم بهتون پیشنهاد بدم برای این محصول انجام بدید، من برای عرق انگور تو ویدیو کلیپ عرق انگور انجام دادم، اون مرحله آخر آمیزگی، خیلی آمیزگی حرفه‌ای هستش، لینکش کنار تصویر براتون قرار میدم، حتما ببینید اون آمیزگی رو اگر تونستید اون آمیزگی رو انجام بدید. شاید یه خورده هزینه‌اش زیاد باشه ولی محصول بی‌نظیر در میاد، محصول نهایی. اگرم نخواستید انواع حالا آمیزگی ها اینفیوژن ها روی کانال یوتیوب فرایلم هست، یه دور بزنید انواعش رو پیدا میکنید، هر کدوم خواستید میتونید استفاده بفرمایید. اما در صورت برای این آمیزگی من اومدم از چوب سپریال میخوام استفاده کنم. این چوب بلوط هستش، نیمسوز شده است و توی کارخونه مزه‌دار شده، یعنی دیگه ادویه چیزی اینا نمیخواد خودمون بهش اضافه کنیم، قبلا این اتفاق توی کارخونه براش افتاده. یه دونه این شاخهاشو داشته باشید برای 12 لیتر کفایت میکنه که محصول رو تبدیل کنه حالا به ویسکی، به شبه کنیاک، هر چیزی. در صورت من یه تیکه این چوب برمیدارم، سپیرال میندازم داخل محصولم برای آمیزگی، به علاوه 10 میلی لیتر گلیسرین خوراکی میریزم داخل مخزن آمیزگی و تمام. مدت زمان آمیزگی 3 هفته من بهش زمان میدم، ولی خب خود کارخونه 6 هفته رو پیشنهاد کرده، ولی خب خیلی ما اونقدر وقت نداریم، من آمیزگی میذارم 3 هفته انجام بشه. در و مخزن رو میبندم، مخزن رو یک جای تاریک و خنک قرار میدم، بعد از 3 هفته برمیگردیم تا ببینیم در نهایت این کنیاک ایرانی مو چی شده و با هم یه تست مزه‌اش می‌کنیم. بله دوستان، بعد از 3 هفته برگشتیم و زمان آمیزگی کنیاک ایرانی ما تمام شده. رنگ و لعاب محصول ببینید، لامصب شده طلا، با لبات بازی میکنه، انقدر خوش رنگ شده. در صورت تو این مرحله حالا اگر مثل من از اسپیرال استفاده کرده باشید که کارتون راحته، اما اگر از انواع چیپس بلوط که توی بازار هست استفاده کردید، یه خورده شاید کارتون نسبت به من پیچیده تر باشه، اما خب چوب رو تسویه کنید و از محصول جدا کنید تا بتونیم این محصول رو آماده نوشیدن بکنیمش. من این اسپیرال رو در میارم از جیار شیشه ایم و این کنیاک ایرانی ما الان آماده است. فقط یه مشکلی که توی این مرحله داریم اینه که ما چون گلیسرین خوراکی زدیم به این محصولمون قبل از آمیزگی، دیگه توی این محصول الکل سنج کار نمیکنه و چون این 50% الکل داشته، برای من حداقل 50% الکل زیاده و نوشیدنش خوره برام سخته و اینو میخوام 40%ش بکنم. نمیتونم از الکل سنج توی محله استفاده کنم، اما میدونم که 1 لیتر 50% رو 250 سیسی اگر آب بهش بزنیم میاد روی 40% الکل قرار میگیره. آب معدنی دارم و تقریبا 400 میل آب معدنی توی این بطریم هستش، یکم بیشتر از نصفش رو میریزم داخل این کنیاک ایرانیم تا درصدش مناسب نوشیدن برای من بشه. یکم دیگه هم بریزم دیگه حل. اینم از کنیاک ایرانی ما با 40% الکل، رنگ و لعاب عالی و آماده نوشیدن. با من همراه باشید بریم تست مزه رو انجام بدیم ببینیم چی درست کردیم. بله دوستان، بالاخره لحظه موعود فرا رسید و بریم تست مزه محصول رو انجام بدیم، یه حالی بکنیم ببینیم چی ساختیم اصلا. خب این هم کمی از کنیاک ایرانی داخل جام، دیگه از رنگ و لعابش تعریف نکنم دیگه، مشخص چی هست. کم بریزم کف دستم ببینم چه بوی احساس میکنم. این
یعنی بو بمب اینطوری بهتون بگم، یه بوی لطیف، بوی انگور کاملا میخوره توی صورتت، بوی چوب سوخته، بوی بلوط، اصلا یه چیزی میگم چیز میشنوید، خیلی خوشبو هستش محصول. یکم طعم و مزه رو بچشیم با هم دیگه. سلامتی همتون. شوک الکلی نداره، اما زمانی که میره پایین کاملا یه چنگ ریزی میندازه تای گلومو، مشخصه که الکل داره، درصدش هم خوبه. طعم قالب اون طعم چوب و سوختگی چوب بلوط هستش، کاملا دلنشین هستش، کاملا دهنم چرب شده، قشنگ احساس میکنم روی زبونم چربی رو، یعنی مزه انگورم که بی نظیره دیگه، یعنی قاطی شده با این طعم چوب و بوی سوختگی، یعنی عالی. حتما درست کنید این محصول رو، بزنید و بعدن حالش رو ببرید. یعنی یه چیزی میگم یه چیز میشه، این بو مزه خیلی خوب شده. این بود تمام مراحل ساخت کنیاک ایرانی و امیدوارم که امسال بعد از فصل شراب سازی توفالهاتون رو بتونید جمع کنید و یه همچین محصول بی نظیر و خوشمزه‌ای حتما درست کنید. دمتون گرم که همراه هم بودید. تا ویدیو کلیپ های بعدی، فعلا روز روزگار خوش. ای بابا، از چیزی که نمیخواستم سرم بیاد دقیقا سرم اومد. توفالها ریخ روی در قابلم رو، یبلا چه کاریه این، من سختشه هم کم کم میریزم، یه هایی بریز بله دیگه.